خود از خانم فاطمه مدل اسلامی برامون میگید کجا متولد شده، کی، تو چه خانواده‌ای؟ من در سال 1340 در مشهد در یک خانواده روحانی به دنیا آمدم. دارای دو خواهر و پنج برادر هستم. در سن 6 سالگی پدرم از دست دادم. یکی از اون خانواده هایی که بهشون سرکشی میکردید خانواده آقای کاوه بودن؟ یکیشون خانواده آقای کاوه بودن که من. اولین برخوردتون یادتونه با این خانواده؟ چجوری با هم آشنا شدی؟ مثل خانواده من که نمیدونستم اینا اینا قراره مثلا بیان برای من خواسته بدی، من اینا نمیشناختم. من فقط مثل خانواده دیگه رفتیم خونهشون خبرگیری. کم سن و سال بودید؟ 20-21 سال خیلی سن زیادی نیست. مثلا سختتون نبودی همچین وظیفه داشتید یا همچین کار میکردید؟ کارم ما دیگه از صبح تا ظهر که میردیم شاید با 29 خانواده با 29 رنج با 29 مشکلات ما دیگه تو سرمون پر بود. یعنی وقتی که میومدیم مثلا محل کار که برگیم یا مثلا میادیم خونه از خودمون اصلا فراموش کرده بود. یعنی شب هم ما درگیر اون فکرهایی که روز کارهایی که روز داشتیم بودیم. یعنی واقعا سخت بود. دیگه ما از خودمون فراموش کردیم. چند بار رفتید خونه آقای کاوه؟ برای خبرگیری 3-4 بار رفتیم، ولی بعدش که حالا اومدن دیگه خونه ما دیگه من اون اکیپ نبودم که برم خونهشون. اکیپ دیگه میرفتم دیگه بعدش. اولین بار که مطرح شد چجوری مطرح شد این قضیه خواستگاری ایشون از شما؟ میدونین ظاهرا خواهر ایشون رفت آمد کرد توی محل کار ما، دوست داشته باشه یا مثلا مخالف نباشه اینها. من گفتم من اینجور زندگی رو بیشتر دوست داشتم. به مامانم گفته بودم، گفتم اگر کسی اومد یه وقت خواسته باشه، موقع می اومدن دیگه اومدن خونه ما دم در بپرسه ببین اگر ایشون پاسدار بود قبول کنه تقریبا صد ببین مثلا دخترمون عروس نمیکنه مثلا. بعد تو هم کنم بچه من اما دیگه فکر نکن خیلی سخته، ولی من خودم ذاتا اینجور زندگی رو دوست داشتم. دوست داشتم حالا اون یه کاری انجام بده برای من هم اجی داشته باشه. من تحملم زیاده، تحمل میکنم، ولی خب اولش بلاخره این دنیا که گذرایی ما هم، ولی اونجا زندگی بیشتر میشه دوست داشتم. خاطرتون هست اولین باری که با هم صحبت کردی؟ اولین بار یادم مامانم گفتن که فردا زودتر بیا خونه که بالاخره اینا میخوان بیان و پسرشون و خودشون چند بار اومده بودن، منم اونجا دیده بودم، ولی پسرشون میخوان بیان. خب ایشون هم خب جبهه بود و من چون دوتا از برادرام کردستان بودن ایشونو میشناختم از کاملا بودم. خیلی اتفاقا ما اون روز رفته بودیم روستا، روستای کلات. میدونم اون کلات شما میدونید مشهد، از مشهد خیلی دوره و بعد راهش هم خراب، ماشین باید کمک اینجاش که بتونه مثلا سربالایی بره و بعد بیاد. یادم رفتیم کلا صبح رفتیم، حالا رفتنی که تونستی با ماشین آهو بودیم کمک داشت رفتیم، برگشتیم گیر کردیم توی شن و شنزار که ماشین نمیرفت. خدایا حالا ساعت 4 شده ما تو جاده کلاتیم، هنوز ایشون هم ساعت 4 قرار بیان خونه ما. یادم وقت اومد دیدم خونه دیگه شب شده بود، ما 8 شب بودیم دم چی بود که خاکی و آره دیگه اونجوری که بودیم دیگه، حالا اونجوری که حال ایشون هم بود میدونستن که ما چطوری هستیم دیگه. تو خالی رفتیم نشستیم تو اتاق و اینها دیگه. خانواده‌شون که من تازه اون موقع مثلا به رسمیت مثلا اینا رو دیدم و باشون صحبت کردم، اون جلسه فقط ایشون صحبت کردن در تو با ازدواج. منم دیگه چون خودم اینجور زندگی رو بیشتر دوست داشتم، همون جلسه اول دیگه ایشونو قبول کردم، پذیرفتم که دیگه صحبت دیگه نداشتم. با همون جلسه اول تصمیم صحبت کردم، من صحبت نکردم، قرار شد یک صحبت. من فقط سکوتم باعث شد که حالا ایشون فکر کنه که من رضایت دادم و من خودم خب قبول کردم. بعد برای جلسه بعدی قرار شد صحبت کنیم، حدود 8 ماه طول کشید. یعنی 8 ماه رفتن جبهه نیومدن اصلا. صحبت بعدی ما 8 ماه. توی 8 ماه چیکار کردی؟ چی فکر رو می‌کردی؟ توی 8 ماه ایشون من سر کارم بودم. نگران ایشون بودم حالا، ولی خب دیگه چون هنوز که بالاخره چیکاری نشد، یه صحبتی کردی بودم. علاقه هم داشتی تو در علاقه پیدا کرده بود. آره دیگه حالا یک علاقه بالاخره ایجاد شده بود دیگه. سختتون نبود مثلا 8 ماه اصلا نفش نبیش صداشون رو نه من فقط دعا میکردم برای همین رزمان رو بشم. خب دو تا از برادر خودم هم جه بودم و میدونست از برادرم خبر ایشونو میگرفتم.
ولی بس بگیری میکردی؟ آره بگیری میکردم مثلا برادرم، ولی این تام حال من دیگه میگم اگر الان اگر من اون موقع تو خیابون میدیدم ایشون نمیشناختم. قرار و مدارم گذاشتید برای عروسی و عقد و نمیدونم خرید و نه برنامه های بعدی چیزی رفتن شو. باز بعد صحبتی با خانوادشون کرده بودن شاید مثلا 3 ماه بعد که وقت گرفته بودن برای دفتر مقام معظم رهبری برای عقد امام آره بله امام وقت گرفته بودن بعد به ما زنگ زدن که آره ما وقت گرفتیم مثلا 18 هم مثلا دی ماه سال فلان 18 دی ماه بود؟ آره 18 دی ماه فکر کنم 62 برای فکر کنم میلاد حضرت رسول یا مرد بعد رفتی دفتر خدمت امام و ایشون شما رخ کرد. آره جاتون خالی خیلی خوب بوده، من هیچ وقت او رو خاطره رو فراموش نمی‌کنم. همیشه اون نگاه، هنوز اون نگاه امام تو ذهنم هست که رفتیم جاتون خالی دو نفری وای میسنن تو حیات خیلی کوچیک بودیم نوالا بودیم حیات خدا خونه خیلی کوچیک آره، بود آره. که اونجا میشستن رفتیم دو نفری مسجد ما تو نوبت بودیم. اول ما دو نفر رو قبول کردم بعد گفتن اگه همراهی یا اگر وقتی بود اونا برن حسینیه یا مثلا تو دیدار عمومی باشن. بعد همونجا آقای آشتیانی آقای کاوه رو معرفی کردم به ما، مثلا ایشون بعد محمود کاوه که توی کردستان خیلی تلاش شد زیاد خیلی شجاعت اینها همونجا ما دستشون رو بلند کردن رو به آسمون و نگاهاشون هنوز یادم نگاه کردم و دعا کردم برایشون. اولین جایی که بعد از عقد یعنی بعد از اینکه از جماران اومدید رفتید کجا بود؟ اول جایی که رفتیم همون میدون آزادی یادم، چون خونه یکی از فامیلش رو قرار بود بریم و ایشونم باز تهران ماموریت داشتن. خب دیگه ما همون تو همون میدون بودیم، ایشون رفتن با همون شوهر خواهرشون که تهران از تهران اومده بود با هم رفتن ماموریتشون انجام دادن. بعد ظهر دیگه ما همون روز برگشتیم، ظهر تو راه غذا خوردیم بعدم برگشتیم مشهد و ایشون فردای اون روزم رفتن منطقه. خب پس بعد از فردای عقدم رفتن دوباره کردستان. رفتن کردستان. دفعه بعدی که هم دیگه دیدی چند ماه بعد بود؟ دفعه بعد ایشون 1-2-3 بار زنگ زدن. ما موقع تلفن نداشتیم که، خونه همسایه مامانم هم تلفن داشتن. اونجا زنگ زدن. خودشون البته زنگ زدن. مادرشون زنگ زدن گفتن مثلا محمود میخواد زنگ بزنه. شما برید خونه همسایه، ما موقع تلفن نداشتیم. اون هم زنگ زدن فلان ساعت ایشون زنگ زدن. یک احوال پرسی کردیم. شب اون روز ما اصلا خونه اینا نگرفت ندیده بود هیچ. ایشون زنگ زدن گفتن من فردا میخوام بیام ماموریت مشهد. شما مهماناتون دعوت کنین، هر جا میخواین بگین به پدر مادرشون برم دوست داشتون، هر جا چون برادرم که ایشون نداشت، هر جا میخواین مراسم بگین اونو تزیین کنین، هر کار میخواین بکنین کاراتونو بکنین، مهماناتون دعوت کنین، کارتتون همه رو چاپ کنین، همه خرید مریداتون رو مثلا برای پذیرایی اینا داشته باشین، من مثلا شب تولد که بیام فرداش میخوام بعد از ظهر برم ماموریت تهران. اینجوری دیگه تمام فامیل اقوامشون دوستانش بیشتر دوستاش کارشو کردن آماده. ایشون صبح روز شنبه اومد، بعد از هم ما مراسم داشتیم روز بعد همون یک کجا مراسم داشتیم؟ مراسم توی خونه یکی از دوستاش که همون خیابون زد نزدیک خونه پدرشو بود اونجا مراسم بود. قرار نبود ما خونه اینا هم نگیده بودیم. اون ایشون شب که اومدن، آره شب شنبه شب تولد که اومدن با هم رفتیم میلان پشت خونه پدرشون، دو تا اتاق نبود، یعنی یک اتاق ال بود، یعنی دو تا قالی سه در چهار میخورد با یک سالن و صابخونه اون طرف سالن، یعنی یک سالن مشترک بین صابخونه و مشترک بین ما صابخونه که اونو پذیرشون بود، خودشون زیر زمین بودن ما اونجا باشیم. بعد بودم پس وسایلتون بیارین اینجا بذارین، حالا وسایلتون که بیان بذارین شب مثلا فردا صبح فردا مراسم ما مثلا میخوام بریم خونمون دیگه. حالا اینجوری دیگه اینا صبح اون روز خانواده مامانم دیگه اومدن وسایل رو چیدن، ما هم که به حساب برازم مراسم بود تولد حضرت علی شاتون خالو مراسم تموم شد و شب هم دیگه خدا آقای کاب اومدن چراغونه رو بکنن خونه بنده خدا رو آماده ایشون یه چیزای تزینا کردن و بعد هم رفتیم خونه پدرشون. شب اونجا بودیم، صبح هم دیگه آقای کاب بودن من برازم میخوام برم ماموریت بریم ماه اصلا اینا هم برم وسایلمون بشینن، یعنی برم وسایلمون بشینن دیگه، حالا ما خودمون باشیم نباشیم. او خونه هم دیده بودیم و پسندیده بودیم دیگه. باز من آوردن گذاشتن مشهد و خودشون رفتن.
6 ماه حتی تلفن نمیزدم. ما با یک شما تلفن افیکس داشتم که مثلا ما زنگ میزدیم بهشون. یکی دو بار که من شب آخر شب میرفتم زنگ میزدم که زیاد روز وقت بچه رو تلفن مشغول اینا، با مادرش میرفتیم طرف اون تلفن هم خونه نداشتیم، میتونستیم با تلفن همگانی و افیکس رو تماس بگیریم. دلتون تنگ میشد؟ خیلی دم. من هیچ وقت جلو اون ابراز نمیکردم که من دلم تنگ شده یا مثلا بخوام دلتنگی کنم، بلکه یک گریهی بکنم یا اشکم در بیاد، اصلا دلم نمیخواست اینجوری باشه. در حالی که فقط اون پاشو از خونه میذاشت بیرون، من دیگه تمام، یعنی نمیدونم، اون حالات شمو نمیتونم بیان کنم که چه حالی داشتم. ولی دیگه میرفتم خونه مامانم و بغض دلم واز میشد، ولی هیچ وقت جلو اون عجز و گریه اینا نمیکردم که من دلم نمیخواست این کار بکنم، چون میترسم که اون روحیش خراب شد. با روحیه خراب بخواد بره بعد نتونه بره دیگه. اینجا عجزم. هیچ وقت فهمیدید که ایشون هم دلشون تنگ شد یا نه؟ تو نواره میدونم. آره دیگه بالاخره آدم میفهمیدشن، ولی ما هیچ وقت راجع به کارمون، راجع به حالشون که میاد ایشون، ولی فقط من تو صحبتاش میفهمم که بچه‌ها که تماس میگیره میگه مثلا تا موقع ما شهید میشیم، یعنی اینقدر زود مثلا فکر میگن مثلا که دو سه ماه دیگه شهید میشه. میگفتم بچا این کارو بکنیم مثلا اینجوری این مقرا درست میکنم، میگفت تا موقع ما شهید شدیم. من از بچه‌ها میفهمم. بعد که تو بهش گفتم این حرفو چه میزنی، ما که راضیم که تو بری همیشه برای خدا کار گنجه بدی، حالا این حرفو چرا میزنی که بیشتر مثلا دل بعد در همین حد. والله من هیچ وقت دوست نداشتم یه طوری باهاش صحبت کنم که فکر کنه حالا مثلا ما روحیه نداریم، یا اگر مثلا همسایه کسی بچه‌ش رو شهید میشد به ما میگفتن، مثلا ما میرفتیم ترجیه از اون بوسه میگفت گریه میکرد خانواده‌اش، همسایه‌اش گریه میکرد، مادرش گریه میکرد، میخواست ببینه ما چه حالی داریم. آره مثلا ما بگیم ما هم بگیم آره خیلی سخت بود، ما هم هیچی نمیدیم، گفتیم آره گریه میکردن نمیکردن، زیاد اینجوری بود. دلش نمیخواست که مثلا ما، میخواست ما اینطور آماده کنه که حالا خیلی طبیعیه در کنار مثلا اونا بازی گذارم نوبت شما میشه، اینجوری مثلا میخواست منو آماده کنه که راحت نباشه.